سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه بحث نکست جی اس. از امروز هم میخوام یک مبحث جدید رو شروع بکنیم. اگه خاطرتون باشه از ویدیوی جلسه اول یا جلسه دوم یه نکته رو من گفتم و خیلی هم سریع روش رد شدم و قرار شد که حالا بعدا راجبش مفصل صحبت کنیم، بحث SEO بود. گفتم یه برتری اپلیکیشن های نکست نسبت به اپلیکیشن ریاکت عادی بحث SEO در حالت پیشفرض. بچه‌ها شما میتونید اپلیکیشن ریاکتی هم برید سئو کار بکنید، ولی من حالت پیشفرض دارم میگم، یعنی به صورت پیشفرض از نظر سئو اپلیکیشن نکست برتری دارن نسبت به اپلیکیشن های ریاکتی که میخوایم تو این دو سه جلسه مفصل راجبش صحبت کنیم و دلایلش رو بگیم بهتون، والا کارهایی که شما میتونید انجام بدید. پس موضوع صحبتمون تو این چند جلسه میشه سئو که مخفف سرچ Engine Optimization. خب راجع به این صحبت کنیم. اول بریم راجع به این صحبت کنیم که در حقیقت نحوه کار گوگل چجوریه. اصلا شما وقتی چیزی رو سرچ میکنید توی گوگل، گوگل چجوری میره این پیدا میکنه و چه مراحلی رو طی میکنه؟ خیلی ساده دارم میگم بچه‌ها، یعنی خیلی نمیخوام دیتیل بریم ببینیم گوگل چیکار میکنه. خیلی ساده، گوگل تو سه تا استپ این کار رو انجام میده. اول کرولینگ، اگه درست تلفظ بکنم، بعد ایندکسینگ و رنکینگ. این سه تا استپیه که گوگل میره جلو. حالا اینجا با هم توضیحاتش رو بریم ببینیم که اصلا کرولینگ چیه، ایندکسینگ چیه و رنکینگ. شما زمانی که یک چیزی رو سرچ میکنید داخل گوگل، گوگل میره تمام صفحات وب رو یه بار بررسی میکنه تقریبا. خب یه سری رو از قبل بررسی کرده تو حافظش هست، یه سری هم که جدیدن رو بررسی میکنه که ببینه محتوایی که شما سرچ کردید تو چه سایت هایی هست. میره کیورد ها رو چک میکنه، وب پیج ها، دیسکریپشن ها و و چیزهای دیگه که جلوتر رو جوش صحبت میکنه. پس میره اول یه سرچ کلی میکنه، یه کرولینگ میکنه. تو استپ دوم بعد از اینکه گوگل سایت های مرتبط رو پیدا کرد، میره محتوای اون سایت ها مثل عکس ها، ویدیو ها، کاتالوگ ها و حالا اون دیتا متنی که داخل اون وبسایت ها وجود داره رو آنالیز میکنه که بهش میگن ایندکسینگ. به این فرایند میگن ایندکسینگ. بعد میاد این اطلاعاتی که به دست میاره رو تو یک دیتابیسی ذخیره میکنه. حالا اینجا بهش گفته گوگل ایندکس. یه دیتابیس خیلی 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 بزرگیه که اونجا ذخیره میکنه برای آنالیز کردن. خب پس یه دور رفت گشت، سایت ها رو پیدا کرد، محتواشو آنالیز میکنه، آنالیز رو میزه توی دیتابیسی. خب حالا تو استپ بعدی بحث رنکینگ. حالا بر مبنای چیزی که شما سرچ کردید و اطلاعاتی که گوگل آنالیز کرده و ذخیره کرده، میاد سایت ها رو رتبه بندی میکنه. یه سری فاکتور دیگه هم دخیله، مثل زبان، لوکیشن شما، دیوایسی که باشین کار کردید. مثال میزنم شما ببخشید اثرات کرونا هنوز مونده. شما فرض کن یه عبارتی مثل رستوران نیر می، نزدیکترین رستوران به منو، سرچ میکنی توی گوگل. جوابی که گوگل به شما میده با جوابی که مثلا میگم به یه کاربر توی آمریکا هست متفاوته. یعنی دوتا واقعا با هم دیگه متفاوته. چرا؟ چون لوکیشن متفاوته، لنگویجتون با هم فرق میکنه، حتی امکان داره دیوایساتون متفاوت باشه. تو یه لوکیشن باشید، دوتا دیوایس مختلف باشید، دوتا جواب مختلف به شما بده. اینا مهمه. بر مبنای تمام این فاکتورها گوگل میاد سایت ها رو رتبه بندی میکنه و به شما نشون میده. به عنوان مثال من سرچ کردم Find Coffee Store. خب حالا مثلا یه جوری تشخیص داده من تهرانم، اومده مثلا اینجا یه چند تا معرفی کرده سمت مثلا میرداماد و اونور هست اینجا. خب یه سری سایت ها رو به من نشون میده، اینا سایت هایی که رتبه بندی شدن بالا، اینا سئوی قوی تری داشتن اومدن بالا. یکیش مثلا استارباکسه. پس این میشه کل فرایندی که گوگل طی میکنه برای اینکه یک ریزالتی رو به شما نشون میده. خیلی ساده البته گفتم.
یکی از مراحلی که گوگل میرفت چک میکرد بحث محتوا کردن کانتنت وبسایت ها بود. منظورم از کانتنت بچه ها کد HTML سایتتونه. خب سه تا قسمتش خیلی مهمه، قسمت های دیگه هم مهمه ولی این سه تا خیلی مهمه. یک، من اینجا بذارید بنویسمشون. خب میام اینجا. یکیش بحث بهش میگه سمانتیکس. سمانتیکس یعنی چی؟ مثلا تگ پی، تگ هدینگ، مثلا اچ یک من اسمشو میذارم، تگ ای، اینا چیزایی که برای گوگل مهمن. هدینگ های شما، پاراگراف های شما. بعدی متا تگ ها هستن که حالا میریم میبینیم جلوتر، مثل تایتل و دسکریپشن. بعد عکس هاتون هستن، اما نه خود عکس، اون چیزی که توصیف عکسی بهش میگن آرت. این سه تا چیزیه که گوگل براش مهمه. الان میریم نمونهاش رو میبینیم با هم دیگه. اینجا نیا کنید، من الان سرچ کردم فایند کافی استور. این بچه تایتل وبسایته، اینا تایتل وبسایته. این چیزی هم که زیرش میبینید دسکریپشنشه. الان ببینیم یه نمونهش رو ببینیم، مثلا استارباکس رو ببینیم با هم ببینیم. خودشو فیلتر شکنم نمیخواد. این استارباکس. خب من روش کلیک راست میکنم، ویو پیج سورس رو میزنم. بریم با هم دیگه ببینیم. نیا کنید، اینا تگای متا هستن که مهمه. یکیش بحث تایتله. کوش اگه پیداش کردیم تایتل رو بذار سرچ کنم. یا بلفظ خب اولین تایتلی که پیدا کرده اینجاست، بعد اینجا تایتل. یا که بچه این تایتل هایی که اینجا نوشته، حالا من یه دو تر تمیزش اگه میتونستم پیدا کنم خوب بود. بذار یه سایت دیگر رو با هم ببینیم، مثلا این سایت این رو ببینیم. ببینیم میشه یه کاری هم کرد. الان بهتون میگم، بسه من یه سرچ بکنم دوباره، یه جوری دیگه میخوام برم بگردم. نکنید این تایتلشو بچه ها اینجاست، اینو باید اینجوری نبینیم، بذار اینجوری بریم ببینیم. کلیک راست این اسپکت رو بزنم. خب میام بالا توی تگ هد، اینجا یه زین بزرگترش کنم. استایل اینا رو داریم، لینک رو داریم. میام پایین تر، یه سایتی هست اینا رو ترتمیز نشون میده، الان بهتون نشون میدم. فقط بذار اینجا پیدا کنیم. خیلی اینجا سخت میشه دید. یه سایتی هست اینا رو خیلی ترتمیز نشون میده. خب بذار همینجا پیداش کردم. نکن اینو هاشش، نکن تایتلش رو میبینید، این همون تایتلی که من راجع به صحبت کردم، این هم تایتل است. خب یه چیز دیگه داریم به نام دسکریپشن. بذار من اینو کنترل آ بزنم کپی کنم. خب اینو کپی کنم. خب بیارمش تو یه سایتی. خب یه سایتی هست به نام codebeautify.org، قسمت HTML شما میارم. این کد رو اینجا کپی میکنم، beautify میزنم. خب اینجا نیا که این ترتمیزش شد، این حالت ترتمیزشه که اینجا من میتونم تایتل و دسکریپشن رو ببینم. خیلی هم شلوغ پلوغه، کاش یه سایت ساده تر می آوردم که سریع تر به نتیجه برسیم.
کپی کنم اینو. خب من اینو کپی کردم تو نوت پد پلاس. اینجا نیا کنید بچه، این دقیقا همون چیزی که شما تو سرچ گوگل میبینید. یه چیز دیگه هم داریم به نام دسکریپشن. دسکریپشن هم میشه اون خط پایینش، اون دقیقا اون فایلی که اون زیرش نوشته میشه، اون تکستی که زیرش نوشته میشه. دسکریپشن بینم اینا میتونیم بده کنیم. اینا هاشش بچه بکنیم. اینا هم کدیه که زیر اون قسمت سرچ گوگل نوشته میشه. اینا هاشش اینه. این میشه دسکریپشن. پس این دوتا میشه خیلی چیزی مهمی هستن و حالا جلوتر مفصل راجعشون صحبت خواهیم کرد. راجع به عکس ها اگه بخوایم یه صحبت کوچیکی بکنیم، همین استارباکس من دوباره باز کنم. عکس ها هم بچه ها مهم هستن، چون گوگل در حقیقت میاد اون عکس ها رو یه جورایی، عکس ها رو که میخواد آنالیز بکنه، اون تگش خیلی مهمه، تگ آلتش. یه دونه عکس ها رو، عکس ها رو دونم چیزی سرچ میتونه بکنه. بذاریم یه سایت دیگه مثل آمازون. خب اینجا نیا کنیم ببینیم چجوری وضعیت. نیا کنیم یه تا عکس داره، این تگ آلتشه. نیا کنیم بچه اینا، این تگ آلتشه، اپل ایرپاد سکند جنریشن. خب این خیلی مهمه چون گوگل با این خیلی کار داره بچه. این یکی دیگه از چیزهایی که حالا توی سئو مهمه. خب بریم سراغ سه تا اصطلاحی که تو بحث سئو وجود داره و حالا راجبه صحبت میشه. یکی بهش میگن کلیک ترو ریت، اگه درست بنویسم. بعدش میگن باونس ریت و دوئل ریت. تایم بهش میگن، حالا نمیدونم تلفظش دارم درست میگم یا نه، که حالا بهتون میگم موضوع چیه. این سه تا موضوع مهمه. چه اینجوری شد؟ اوکی. خب این سه تا موضوع مهم هستن. اولی یه شاخصی که نشون میده کاربرها چقدر کلیک کردن بیان تو وبسایت شما. خب طبیعتاً هر چی بیشتر باشه بهتره. و اصطلاحاً به این شاخص یه چیزی به اختصار میگن CTR، که اگه بخوام فرمولش رو بنویسم، فرمولش رو اینجوری میگم، میگن که تعداد کلیک، الان توضیح هم میدم یعنی چی، تقسیم بر ایمپرشن. شما یه تبلیغی گذاشتید یه جایی برای وبسایتتون، مثلا میگم 100 نفر اون تبلیغ رو دیدن، 5 نفر کلیک کردن بیان تو سایت شما، ایمپرشن شما میشه چقدر؟ میشه 5%. یعنی 5 نفر روش کلیک کردن به ازای 100 نفری که دیدن، این میشه 5%. یعنی CTR سایت شما 5%. هر چی عدد بالاتر باشه بهتره. یعنی برای اون تبلیغ، اون محتوای وبسایت برای اون کاربر جذابیت بیشتری داشته، تبلیغ رو دیده، خوشش اومده، کلیک کرده، اومده تو وبسایت شما. پس هر چی این CTR بالاتر باشه برای شما بهتره. اما بعدی چی بود؟ باونس ریت. باونس ریت یعنی اینکه کاربر حالا فرض کنید تو مرحله اول، یعنی CTR رو رد کرد، کلیک کرد، اومد تو سایت شما، هیچ چیزی رو ندید، سایت رو بس. به این میگم باونس. یعنی اومد تو سایت شما بدون اینکه یه چرخی تو سایت شما بزنه از سایت شما میره. هر چی این کمتر باشه بهتره. یعنی کاربر بیشتر بره تو سایت شما، به چرخه، جاهای مختلفو بره ببینه، کلیک بکنه، بهتره. پس کاربر روی تبلیغ کلیک میکنه، خوشش اومده، میاد تو سایت شما، یه نگاه کلی به سایت میندازه، میبینه نه اون چیزی نیست که میخواد، سایتو میبنده. این میشه باونس. هر چی کمتر باشه بهتر. آخری چیه؟ مدت زمانیه که کاربر توی سایت شما وقت میگذرونه. هر چی بیشتر بهتر. هر چی بیشتر بهتر. هر چی محتوای قشنگتر و جذابتری داشته باشی، طبیعتاً کاربر تایم بیشتری رو صرف میکنه و توی سایتتون باقی میمونه. خب
نمیخواستم ویدیومون اینقدر طولانی بشه، بریم بیایم جلسه بعدی میخوام بریم یه ذره با دیتیل بیشتر مباحث سئو که مرتبط میشه با نکست رو صحبت بکنیم. این یه مقدمه بود بیشتر. جلسه بعدی میبینمتون، فعلا خدافظ.